ویدیو جدید شروع کردم برای کانالم. ببخشید هنوز انگار اثرات کرونا هستش، نمیدونم چرا صدام کامل صاف نمیشه. بعد توی اینا استادی فیس می ریل تایمه، یعنی بدون هیچ پازی یا سرعت روی دور تند گذاشتن و ایناست. بعد دیروز به این نتیجه رسیدم که خیلی کار سختیه گرفتن این ویدیو، خاطر اینکه اول اینکه نمیتونم هر جوری که دلم میخواد درس بخونم، یعنی تو هر حالتی که من خب خیلی دوست دارم که چارزانو بدارم موقع درس بودم و نمیشه این کار کردش، و کلا ادیت کردن و آپلود کردن و ایناش هم یکم سخته بخاطر اینکه خیلی طولانیه. مثلا ویدیویی که گرفتم 7 ساعت درسه. بعد آره، بعد تیه گرفتن این ویدیو هم به این نتیجه رسیدم که خیلی تمرکزم وقتی که دارم درس میخونم رو محیطم خیلی بیشتره تا تکون میخوره رو درسی که دارم میخونم، which is not good، و باید فکر کنم تمرکزم ببرم بالاتر موقع درس خوندن، خیلی مهمه. هیچ چیزی هم خواستم بگم. یه چیز جالبی که هستش اینه که من هر مرحله از زندگی، مثلا هر هایلایتی از زندگی رو که تجربه میکنم، میبینم خیلی از یوتیوبرها، بلاگرها، اینستاگرامرها، خیلی هاشون همون تجربه رو تو همون بازه زمانی دارن. مثلا خیلی از کسایی که تو اینترنت میبینم کرونا گرفتن و دقیقا کرونای سبک گرفتن، و خیلی هاشون مثلا قشنگ با دوستشون تو قرنطینه، همونطور که الان من برام اتفاق افتاده. این خیلی عجیبه، یعنی میلیون ها آدم مثل ما هستن، در حال تجربه تجربیات ما هستن. دنیای بزرگ و کوچیکیه، همیشه فکر میکنیم تنهاییم در حالی که تقریبا هیچ وقت تنها نیستیم توی سری تجربیات، تقریبا همه تجربیات. یه موام میبافم، این یه ذره موی رنگ شده که میاد توش، خیلی خوشم میاد، خیلی قشنگه، شبیه موی سفیده تو نور، ولی سفید نیست، زرد عقدیه متاسفانه، زرد عقدی شده. ما از قرنطینه اومدیم بیرون تا سر کوچه‌مون برای اینکه غذایی که دوستمون آورده بود و بگیریم ازش. توی کوچه‌مون تو همین مدت چشمه جوشیده، همطور که میبینی زیر زمین داره آب میجوشه بالا. من کلن مخالفه، خیلی خیلی مخالفه مصرفگرایی هستم، ولی با این وجود خیلی نسبت به کلاه، از کلاه خیلی خوشم میاد کلن، و برای اینکه مثلا مصرفگرا نباشم همیشه مشکی میخرمشون، و الان که دقت کردم سه مدل کاملا متفاوت کلاه دارم به رنگهای مشکی که الان میخوام بتونشون. It's so freaking cute. تا حالا بیرون از خونه سرم نذاشتمش، بعد چند تا عکس سلفی تور دارم باش توی خونه. این کلاه تیپیکالیه که من خیلی هم استفاده میکنم ازش. من از این کلاه هاست که جدیدن مود شده بهتون نشون دادم توی یکی از ویدیو هم، از من خیلی خوشم میاد. اومدیم تامپون بدیم به حق علی منفیه و از این زندان مزخرف خلاص میشیم. و
نظرم نظرسنجیه که یوتیوب وسط ویدیو ها میپرسه بعضی وقتا که جالب ترین هاست، یعنی خیلی معمولا کوتاهن و من خودم به شخصه کسی هم که خیلی جواب نمیدم نظرسنجی ها رو، ولی این نظرسنجی ها رو جواب میدم چون واقعا خیلی کوتاهن و با شکلکه و خیلی جالبه. بله این رو نظرسنجی داشتش، میگفتش که شما به عنوان یک کسی که تولید محتوا انجام میدید آیا زندگیتون به زندگی ایدئالتون نزدیکه، و من اینجوری بودم آره خیلی 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 نزدیکه، یعنی اصلا انگار یکیه میدونی. خلاصه که من فکر نمیکنم زندگی ایدئال هیچ وقت به دست بیاد، کلا حداقل الان که اصلا ایدئال نیست زندگی اصلا. این چند روز یه آپدیت بدم در مورد وضعیتم، اینکه من هنوز مثبت هستم و تستی که دادم هنوز مثبته و من واقعا گوشام زخم شده انقدر که هنسفری گذاشتم، خاطر اینکه هر کاری میخوام بکنم من هنسفری بزنم و حالا شاید باشم یه براونی درست کنم خاطر اینکه خیلی 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 دلم براونی میخواد. و یه کافه اینجا هستش، اینجا کافه هاشون معمولا کیک و اینا خیلی زیاد نداره، خیلی بیشتر حالت کروسان و اینا دارن، یعنی از این شیرینی های لایه‌ای بیشتر دارن که کیک نیستش. یه دونه کافه هستش اون کیک میفروشه، بعد یه سری براونی هایی داره که من واقعا عاشق براونی هاشم، حالا براتون عکسشون میذارم اگر پیدا کردم. حالا من سرچ کردم یه براونی چویی پیدا کردم رسپیشو که شبیه اون چیزیه که من خیلی دوست دارم، سعی میکنم درستش کنم چون آسونم هستش، چیز خاصی نمیخواد و میذارم خوشمزه بشه، خیلی دلم براونی میخواد، بدمزه که نمیشه به هر حال، ولی خب امیدوارم اون چیزی که میخوام بشه. همین دیگه. این تور عروسه، این دامن عروسه، خیلی باشه. اشتباهی که کردم این بودش که قطر اون براونی خیلی کم شد و تیکه هایش اصلا خیلی دیگه زیادی کم شد، این دلیل سفت شدنشه به نظر من. خب این شکلی شده، بعد نوشته بودش که باید بذارم دمای محیط بشه، بخاطر همین اینجور سوخته، امیدوارم ترش نسوخته باشه.
خیلی سفت شده بود. این با این یه ذره حال هم بهتر کرد. از سنگ یادم شما کلا منو برای نونقندیام دوست داشتید.